بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. خداوند متعال رسیدن به پدر و مادر رو بعد از توحید قرار داده. می فرماین و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. خداوند امر کرده که غیر از خداوند هیچ کسی لایق پرستش نیست و به اصطلاح خداوند لیاقت خدایی رو داره و فقط و فقط باید ایاک نعبد و ایاک نستعین باشه، عبادت برای خدا، استعانت از خدا. بعد از اون چی؟ و بالوالدین احسانا، نیکی به پدر و مادر. و فرمودن و اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر یکی از اون دوتا یا هر دوتاشون پیش شما بزرگ به سراغ شما بودند و شما این فرصت رو داشتید که خدمت اونها رو بکنید، در زندگیتون یکی یا دوتا هر دوتا پدر و مادرتون رو داشتید، اما خداوند می فرماین اما یبلغن عندک الکبر، اگر بزرگ شدن، پیر شدن، درمانده شدن، افتادن نزد تو، باید پدر و مادر پیر نزدت باشن، یعنی باید تو خانوادت باشن، یعنی پدر و مادر پیر حقشونه که با پسراشون باشن، با دختراشون باشن، با نواهاشون باشن، نه اینکه خدایی نکرده ببندازیمشون توی روستا آقا پدر و مادر اونجا خوشن نندکن، یا بذاریمشون مثلا تو خانه سالمندان، خاک به سر پسرهایی و خانواده هایی که پیری تو خانه سالمندان دارن. اندکه باید نزد تو باشن، و وقتی هم که اندکه باشن، وقتی که هم نزد تو باشن، چه کار کنیم؟ فلا تقل لهما اف، به اونها اف نگید، یعنی هیچ گونه رنجش خاطری براشون ایجاد نکنید. اوف کردن یعنی چی؟ یعنی اینه که نه، اوف کردن نافرمانی که نیست، اینه که پدر یا مادر میگه که بچم آب و همون لیوان آب به من بده، شما بلند چید بگید چشم، اما بگید اوف، یعنی یه همچینین اخما تو هم بشه که بابا من داشتم فیلم تماشا میکردم، من داشتم درسم رو میخوندم، خاک به سر درست بشه، خاک به سر فیلمت بشه، درست مهمتر از رسیدن به پدر و مادره، درس میخونی که عقلت زیاد بشه و عقلت زیاد بشه که بریم بهشت رو کسب کنی، این راه که بهشت، این راه میانبر رو میذاری، یک راه نزدیک رو میذاری که یه روز روزگاری بسه به جایی برسی و به خدمت هرگز نخواهی کرد. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، و نه اینکه صدا تو اونا بلند کنی و حرف بعدی بهشون بگی و داد بکشی رو سرشون، هرگز. چه کار کنی؟ و قل لهما قولا کریما، همیشه برای اونها حرفای کریما بزن، حرفای خیلی خیلی خوب که اونها رو شاد کنی، اونها رو دلشون رو به دست بیاری. و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اینطور خودت رو ذلیل و خوار کن در پیش اونها. چرا؟ بهش زیر پای اونهاست، باید زیر پای اونها باشی، خاک زیر پاشون بشی تا بشی به صلاح اهل بهشت. و وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، همیشه براشون دعا کنی که خداوند از اونها در بگذر، همونطور که اونها به من رحم و شفقت کردن در کودکی، خدایا بار الها اونها رو رحم و شفقت کن. و اونایی که میگن وقتی میپرسی بابا پدر شما چی کاره است، میگه پدرم مرده. مادرت چی کاره است، میگه ما اسم مادرت کیه، میگه مادرم مرده. خود به سر همچین حرف زدنت، مادرم مرده چیه، مادرم پدرم مرده چیه، باید بگی وفات کردن، خدا رحمتشون کنه، انشالله که بهشتی باشن. همیشه ذکر اونها، نام اونها، یاد اونها به زبانت نیاد اگه بر از دنیا رفتن، مگر اینکه بگی خداوند رحمتشون کنه. اگر زنده اند باید همیشه ذکر اونها، نام اونها به زبانت میاد در مجلس نشستی، باید بگی خداوند حفظش کنه، بابام خدا حفظش کنه، مامان خدا حفظش کنه، این کاری میکرد، مامانم خدا حفظش کنه. همیشه براشون دعا کنی در زندگی، براشون دعا بعد از وفات، برایشون دعا که اینها
سبب بودن که تو باشی. اگر پدر مادر نبودن تو از کجا می اومدی؟